یه نکته کلیدی در مورد قدیر خدمت سروران خودم، دوستان خودم عرض کنم. اولا پیغمبر اکرم سفارش فرمودن که هر کی شنید خبر قدیر رو به دیگران ابلاغ کنه، برسونه. ما وظیفمونه همه عالم رو خبر کنیم ما قدیر داریم، داستان ما داستان قدیره. ولی رفقا، ما نمیخوایم اثبات کنیم ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو برای هر کسی ها. حتی ما نمیخوایم اثبات کنیم بطلان کسانی که ولایت علی ابن ابی طالب رو نپذیرفتن. بحث اختلاف برانگیز نباید باشه. ما فقط میخوایم خودمون رو معرفی کنیم. بگو و برو. تو به بقیهش کار نداشته باش. دلی که حق طلبه حق رو میشناسه. ولایت مثل پرنده است، برای یک قلب مانند پرنده نسبت به لانه خودش. جلد لونه بشه هر جا پرتش کنیم برمیگرده تو لونه خودش. این پرنده مال این لونه نباشه، به زور بذارش اونجا میپره میره. رضا امام صادق علیه السلام سه مرتبه میفرماد کفو عن الناس، ول کنید مردمو، ول کنید. نگو این عموی منه، این بابای منه، این رفیق منه، این عزیز منه، من باید ولایت رو براش جا بندازم. ول کن، اصرار نکنید کسی بپذیره. کفو عن الناس، ول کنید مردمو. این نه یعنی از قدیر حرفی نزنی، یعنی از قدیر بگو برو. از علی بگو برو. تو فقط بگو چی کاره ای تو این عالم. آقا این دین شما، مذهب شما، مرام شما چیه؟ بگو ما یه پیغمبری داریم در قدیر خم دست جانشینش رو بالا برد، من کنتو مولا فهازا علی المولا جانشین تعیین کرد. ما معتقدیم ایشون جانشین پیغمبرن. همینو بگو فقط. فقط بدونن آخه شما ویژگی هاتون چرا اینجوری شده، مذهب و مرامتون محورش چیه. بگو ما دینمون محورش ولایته، ولایت مداری از نماز برامون مهمتره، چون اینجوری به ما گفتن. این ولایت باعث آبادانی دین و دل و دنیای ماست و باعث سامان پیدا کردن روح و جامعه ماست. فقط اینو خبر بده، بشناسن ازت. این که ما میخوایم قدیری باشیم، این که ما میخوایم بگیم ما قدیری هستیم، یعنی این که همه عالم بدونن شناسنامه ما مهرش کجا خورده. بگو و برو. تو به بقیهش کار نداشته باش. دلی که حق طلبه حق رو میشناسه.